بله بینندگان عزیز، با سلام به شما. خیلی خوشحالم که باز فرصتی پیش آمد که در خدمت آقای دکتر حسن ماسالی باشیم. آقای ماسالی، خیلی خوش آمدید و سلام میکنم خدمتتون. ممنونم که تو این شرایط فوق‌العاده حساس وقت گذاشتید و با ما باشید. یک نوشته کوتاهی از شما دیدم که نوشته بودید در چنین شرایطی که مردم در سراسر کشور دلاورانه مبارزه میکنند، ما در خارج از کشور وظیفه داریم یک شورای هماهنگی و ائتلاف سیاسی مبارزاتی از در خارج از کشور به وجود بیاوریم. اگه لطف کنید یه مقداری بیشتر راجع به این صحبت کنید و بگید که دوستانی که واقعا میپرسن، میگن ما باید چه کار کنیم؟ ما در ایران نیستیم، در ایران الان اینترنت و اینها هم قطع است و مردم میدونن که باید برن به خیابون. حتی اگر وسط خیابون نمیخوان باشن، کنار خیابون به عنوان حامی اونهایی که اونجا هستن باشن. این روزا هم باز میتونن با زدن ماسک، با گذاشتن یک کلاه بر سر، یه عینک روی چشم و اینها، خودشون رو به اصطلاح یه جوری چیز کنن که قابل شناسایی نباشه. ولی برای اونهایی که خارج از کشور هستن، افرادی مثل من و دیگران، شما چه پیشنهادی دارید و اونها باید چگونه حمایت خودشون رو از افرادی که داخل هستن و جونشون رو کف دست گذاشتن و در خیابونها هستن به اصطلاح حمایت کنن؟ میبینیم که تظاهراتی هم در شهرهای مختلف دنیا از جمله همین واشنگتن برگزار شد، ولی آیا تظاهرات و به اصطلاح آمدن در گرد همایی ها کافی است یا احتیاج هست که کارهای دیگه ای هم انجام بشه؟ بفرمایید. بله، درود بر شما و بینندگان عزیز. من فکر میکنم در شرایط کنونی ما وظیفه داریم، یعنی ما که میگم با ایرانیانی که در خارج از، به خصوص در خارج از کشور هستند و دارای و گرایشات مختلفی دارن، مثلا طرفدار نظام پادشاهی، جمهوری یا چپ، غیره غیره، اینا نباید در صدد تضعیف هم دیگه برایند و یا در اثر جدال های خودشون مبارزات داخل کشور رو فراموش کنن و یا موجب دلسردی مبارزین در داخل کشور شویم. بنابراین من پیشنهاد من این است که ما هر گرایشی داریم، وظیفه نخست ما اینه که به یاری مردم دلاور داخل کشور برخیزیم و از اونها پشتیبانی بکنیم، امکانات تبلیغاتی رو براشون فراهم بکنیم و کوشش بکنیم که چون در ایران رژیم کوشش میکنه از یه طرف سرکوب کنه، سانسور کنه و یا اینترنت ها رو قطع بکنه، ما بتوانیم صدای مبارزین داخل کشور باشیم و کوشش هم بکنیم که راهکارهایی که مورد توجه ماست و به عنوان پیشنهاد برای مبارزین داخل کشور مطرح کنیم. و من عقیده دارم مثلا همکنون در کردستان مردم دلاور کردستان به پا خواستن و کوشش کردن مراکز مهم دولتی رو تصرف بکنن و کوشش بکنن که موجب دلگرمی مردم دردمند اونجا باشن. بنابراین مبارزین سایر نقاط هم اگر چنانچه چنین توانایی ندارن، حداقل در صدد اتحاد و همکاری با گروه های دیگه در همون منطقه و سایر نقاط بر بیان و بتوانیم این رژیم رو هر چی زودتر سرنگون کنیم، چون کوشش میکنن که با صحنه سازی هایی به اصطلاح به عمر این رژیم دوام بیشتری ببخشن. آقای ماسالی، خیلی ها هستن سوال میکنن، میگن که حالا این رژیم سرنگون شد، فردا چی میشه؟ و مردم چون تجربه بدی دارن
از داستان انقلاب 57 که شاه بره هر کسی میخواد بیاد به جاش اشکالی نداره، این بار شما چی فکر میکنید؟ من فکر میکنم که مبارزین و یا اندیشمندان خارج از کشور باید از گذشته درس بیاموزن و کوشش کنن به جای جدال و تخریب همدیگه از پیشا پیش، به خصوص از همین حالا باید شروع بشه، با هم در تماس باشیم و کوشش بکنیم نظریات خودمون و پیشنهادات خودمون رو مطرح بکنیم و در صدد بر بیاییم که یک جمع‌بندی از نظرها و دیدگاه‌های مجموعه اپوزیسیون ایران در خارج کشور و داخل کشور رو دنبال بکنیم و تریبونی باشیم برای مبارزین داخل کشور، نه اینکه در مبارزین داخل کشور رو فراموش کنیم یا با جدل‌ها و تخریبگری‌ها همدیگر رو نه تنها همدیگر رو تضعیف کنیم، بلکه این شانس مردم رو هم بهش لطمه بزنیم. بنابراین ما خیلی شرایط حساسیه و ما وظیفه داریم که این شرایط رو در مد نظر داشته باشیم و کوشش بکنیم هرچی زودتر یک شورای هماهنگی برای مبارزات داخل کشور و خارج از کشور فراهم بکنیم، از اروپا گرفته، کانادا گرفته، امریکا گرفته، اینا با مبارزین با هم در ارتباط باشن و در حقیقت کوشش بکنن که امکانات تبلیغاتی رو برای هم از نظر تبادل نظر با همدیگه برای هماهنگی و پشتیبانی از مبارزات داخل کشور و هم اینکه بتونن راهکارهایی برای استمرار مبارزه پیدا بکنن و طرح و برنامه سیاسی مشترکی رو روش کار بکنن. یعنی جنبش تنها به یه جنبش قیام کور تبدیل نشه، بلکه دارای طرح و برنامه و چشم‌انداز دراز مدت باشه. خیلی ها از اینکه قیام کور باشه و بدون به اصطلاح برنامه و نقشه راه باشه نگران هستن، ولی شما الان تاکید کردید که ایجاد یک شورا میتونه این مشکل رو برطرف کنه، درست متوجه شدم؟ بله، یک شورای هماهنگی من اسمشو میذارم، حالا هر اسمی میخوایم بروش بذاریم، یعنی اینی که افراد صاحب نظر و یا نمایندگان گروه های مختلف میتونن با هم نشست های مشترکی داشته باشن و طرح و برنامه مشترکی ارائه بدن و نه اینکه و در صدد تخریب هم دیگه بر بیان و یا و از این طریق لطمه ای به مبارزین داخل کشور وارد بشه. بنابراین این من راهکار رو اینجوری پیش بینی می کنم و پیشنهاد می کنم. اگه دوستان دیگری طرح و برنامه دیگری دارن که میتونه بهتر گویاتر در حمایت مردم مبارزات مردم باشه، میتونیم، من هیچ تردید ندارم، من میتونم به سهم خودم ازش حمایت بکنم و توصیه کنم به سهم خودم که همه گروه ها و مبارزین در این مسیر همکاری کنیم و جدال از هم اکنون بر سر اینی که نظام پادشاهی میخواییم یا جمهوری میخواییم، اینا این نظریات رو میتونیم مطرح کنیم، ولی میتونیم با هم همکاری داشته باشیم. یعنی من هیچ دلیلی نمیبینم که طرفداران نظام پادشاهی و جمهوری همدیگر رو تضییع کنن و تخریب کنن و در نتیجه به مبارزات مردم داخل کشور لطمه وارد بزنن. پس بیشتر نظر شما اینه که دنبال وجوهی بگردیم که با هم مشترک هستیم، نه دنبال اشکالات. بله، کاملا درسته
و تو این مسیرم جنبش سیاسی ایران تجربیات مختلفی داره که من بسیاری از اونها را به اصطلاح به صورت جزوات و پرونده های سیاسی گذاشته حفظ کردم که جنبش بوده از طرف نظام پادشاهی، جمهوری، چپ، غیره، که اینا تونستن با همدیگه همکاری کنن و دوستانه هم رقابت کنن. بسیار ممنونم از شما. من با اجازه شما به دوستان میگم که با تایپ کردن اسم شما در گوگل یا از طریق فیسبوک میتونن با شما تماس بگیرن و از شما هم خواهش میکنم که به دوستان پاسخ بدین، با اونها در تماس باشید. باز هم از شما متشکرم و امیدوارم در روزهای آینده ما با شما بیشتر بتونیم صحبت کنیم. منم به سهم خودم کوشش میکنم از این ابزارهای تبلیغاتی و انتشاراتی بیشتر استفاده بکنم و تماس دوستانه و رفیقانه خودم رو با دارندگان اندیشه های مختلف حفظ بکنم و مشترکاً به حمایت مردم برخیزیم. و من حتی بدون اینکه اغراق بکنم از مجذوب این جنبش داخل کشور شدم و خودم رو با وجود خطراتی که متوجه من هست از طریق این رژیم گاهگاهی در صدد بودم که چگونه خودم رو به داخل ایران برسونم و در کنار مبارزین قرار بگیرم و به سم مبارزات خودمون ادامه بدیم. بسیار ممنونم از شما. به امید فردای بهتر و آینده روشنتر، به خصوص برای خانم های ایرانی که واقعا در 44 سال گذشته فشار مضاعفی رو اونها تحمل کردن، ولی امروز میبینیم و شاهد هستیم که با شجاعت و شهامت در خیابانها حاضر هستن. از مردان خواهش میکنیم که اونها رو حمایت کنن، برادران، همسر و پدرها، اونها هم با اونها حضور داشته باشن در خیابون تا به اصطلاح کسی نتونه اونها رو مورد تعرض قرار بده. بازم از شما ممنون و متشکرم. بله، کاملا درسته.